سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 13 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. ابلا و تا حال دوام دارد، یک جوان را از فرودگاه کولوب روز به ارتش بردند. در گذشت دیپلماتی که گریزه های تاجیک را از افغانستان برمیگرداند. چمپیون رقم یک زادروز 85 اوغوخان چهارم امام اسماعیلی های دنیا. آموزگار مکتب رقم 11 در بوستان $1000 پورا گرفته است. آشکار شدن شبکه فاحشه‌خانه ها در زیر نقاب میمونخانه در محله 32 خوجند. هشدار، هوا در تاجیکستان تا 16 دکبر خیلی سرد می شود. شروع دوباره پروازها از اکاتریبورگ به باختر. مادر آزاری و زن آزاری تا به کی؟ حبس باز 4 ساکن پایتخت برای آزار و زورآوری. و اکنون تفصیلات خبرها. ساکن 20 ساله شهر ترسنزاده را مستقیما از زینپایه هواپیما در فرودگاه کولوب بازداشت کرده به کمیساریت حربی نایه همدانی بردند و از آنجا به ارتش سفر برکردند. در این باره بعضی پلیس یکی از پیوندان جوان خبر داد، لیکن در فرودگاه بین المللی کولوب اصرار نمودند که در باره این حادثه خبر ندارند. این جوان حالا در یک قسم نظامی مستقر در ترسنزاده خدمت میکند و گفته این نزدیکان جوان او 2 سال این جانب برای پولکارکنی در روسیه قرار داشت. 9 دکبر پس از فهمیدن بیماری بیبیش تعجیلا به وطن آمده است. جوان با خطسیر کلوگ کولوب آمده، والدینش او را در خانه انتظار بودند، لیکن ناگهان زنگ زده خبر میدهد که به دست سرباز شکارچیان افتاده است. کارمندان فرودگاه به او گفتند که جوان را به کمیساریت حربی نایه همدانی بردند و سمکه پسرش را به او دادند. ابراز داشتند خویشاوندانش. به قبل او پس از این پدر جوان به همدانی میرود، لیکن در آنجا هم پسرش را پیدا نمیکند. با گذشت یک شبانه روز جوان خودش زنگ زده خبر میدهد که در کمیساریت حربی شهر بختر قرار دارد و به نزدیکی او را به قسم حربی سفر برمیکنند. وقتی که پدرش به بختر میآید، میان روان پیدا شده به عوض رهایی فرزندش از او مبلغ برایش خیلی زیاد را طلب میکنند، لیکن او راضی نمیشود. روز 12 دکبر جیانم را به یکی از قسمای حربی شهر ترسنزاده فرستادند، گفت خیش نبس کرد. در همین حال قربان سفرف معاون دیرکتور فرودگاه بین المللی کولوب بعضی پلوس در این رابطه خبر داد که بعد انجام معرکه دعوت او دیگر کارمندان کمیساریت حربی را در نزدیکی فرودگاه ندیده است. تا انجام دعوت چند بالباس ملکی نزد درآمدگاه فرودگاه می ایستادند، لیکن زیاده از یک هفته است که آنها را در اینجا مشاهده نکردم. درباره ابلاغ جوان 20 ساله چیزی نشنیدم و خبر ندارم، ابراز داشت او. باز درباره یک حادثه سربازشکار به از پلوس کاربر رسانه خبر داد. او درباره ناگهان از دانشگاه خارج شدن و به ارتش بردن برادرش نقل کرد. برادر خردی من فرقجان روزیف در فکلته کیمیا و بیولوژی دانشگاه دولتی خوجند تحصیل میکرد. تو این دم او مدام در درس ها اشتراک میکرد و پول شرطنامه تحصیل را سر وقت پرداخت کرد، لیکن 7 دکبر او را از دانشگاه گرفته به کمیساریت حربی بردند. از کجای در کتاب دوامات دانشگاه زیاده از 48 ساعت علامت غایب بودن در درس پیدا شده است، نوشته است کاربر. به گفته او همه همسبقانش میگویند که او در همه مشغولیت ها عذر داشت. همان روز او را از دانشگاه خارج کرده به ارتش میبرند. کجا است عدالت و ما به کی باور کنیم؟ سوال میدهد کاربر. تا زمان آماده شدن خبر از پلوس با وزارت مدافع در تماس شدن نتوانست تا که از روی این دلیل ها شرح بگیرند. یادرس میکنیم که چند پیش سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان فریدون محمد علیزاده باز پلوس خبر داده بود که هنوز 3 نوامبر معرکه دعوت تیرمایی به خدمت حربی به آخر رسیده، نقشه دعوت 100% اجرا شده است. لیکن در امین حال ذکر کرد که در شهر و نواحی علاقه آمادگی به دعوت بهاری آغاز شده است. حاجی سنگ محمد زویرزاده دیپلمات سابقه دار تاجیک روز 11 دکبر بعد بیماری طولانی از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه مرحوم روز 12 دکبر پیش از نماز پیشین در مسجد امام اعظم در محله 65 شهر دوشنبه دایر شده است. میرزا شریف جلالوف سفیر تاجیکستان در ژاپن نوشته است سنگ محمد ظهورزاده به خصوص در برگردانیدن گریزه های تاجیک از افغانستان
نقش بارزی از خود بچو گذاشت. روی اکی سنگ محمد شد و یادش گرامی بود. انسان صوفدلی بودند، با همه با تبسم و بی پرده صحبت میکردند. خدمتهایشان در جاده دیپلماتیا، از جمله در برگردانیدن شهروندان گریزه ما از افغانستان، شایسته یادآوری است. یادشان همیشه در دلها خواهد ماند. آنهایی که حاجی سنگ محمد ظاهرزاده را میشناسند میگویند او به برگردانیدن گریزه های تاجک نه خاطر امر بالا بلکه صدقا مشغول شد و در این راه ذره از خود دریغ نمی داشت. هر کاری که از دستش می آمد می کرد. این است که تقریبا یگان گریزه نموند که از افغانستان پس نیاورده باشند. این هم گفتنی است که برگردانیدن گریزه ها در برابر قطع زد و خورد های مسلحانه از انگشمار بندهای سازشنامه صلح سال 1997 بود که پورا اجرا شدند. باقی بندهای آن قرارداد صلح نیمکاره در روی کاغذ ماند. دیپلمات تاجک مظفر منورزاده با نشر یک عکس پر از خنده حاجی سنگ محمد ظهورزاده در فیسبوک نوشته است که مرحوم در زندگی آن گونه که در صورت میبینید همیشه یک خنده زیبا و صمیمی داشت. خیلی خیرخواه بود. با خرد و بزرگ معامله یکسان میکرد. روحی در روز پرشرف را طی کرد و در کدام مقام فعالیت داشت با مسئولیت و حلال کار بود. پدری بهترین بود. فرزندان خوبی را به وای رساند. آنها را جا به جا نمود. خانه و باغ زیبایی نیز بنیاد کرد. یعنی در نزد خداوند همه قرضهای انسانی خود را انجام داد. حاجی سنگ محمد ظهورزاده در شهر کولوب به دنیا آمده، شعبه فارسی رشته مشهور شرق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را خط کرده بود و سالهای طولانی به حیث ترجمان، روزنامه‌نگار، آموزگار فعالیت کرده، در سالهای 90 به وزارت خارجه به کار دیپلماتی آمد. او به حیث مشاور و کنسول در افغانستان و ایران کار کرد. روز 13 دکامبر شاهزاده کریم آقاخان چهار رهبر اسماعیلیون جهان به سن مبارک 85 رسید. آقاخان چهارم از سال 1957 اینک 64 سال باز رهبری اسماعیلیون دنیا را بردوش دارد و یکی از پرنفوذترین شخصیت های جهان اسلام در عرصه دینی و سیاسی دنیای امروزه اعتراف شده است. 4 سال پیش سازمان ملل متحد جایزه سالانه پیشوای جهان را به 3 شخصیت و 2 سازمان از جمله به شاهزاده کریم آقاخان چهارم سپرد و او را یکی از چمپیون های رقم 1 در راه اصلاح جهان امروزه عنوان کرده بود. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان نیز پیروی مذهب اسماعیلی بوده آقاخان را رهبری روحانی خود می نامند و حاضر امام نامش می برند. شاهزاده کریم آقاخان بار اول ماه می سال 1995 از بدخشان تاجیکستان بازدید کرد و روز اول سفر او به این منطقه همچون روز نور هر سال جشن گرفته می شود. اما امسال زود روز آقاخان چهارم در روزهای فرا رسید که افزا در هر دوی بدخشان هم تاجیکستان و هم افغانستان آرام نیست. بدخشان افغانستان تحت سلطه جمجیان حرکت طالبان قرار گرفته است و بدخشان تاجیکستان در پایان ماه نویبر به ناآرامی های روبرو شد که 3 ساکن این ولایت کشته و دست کم 16 تن دیگر را زخمی به جو گذاشت. شاهزاده کریم آقاخان 13 دکامبر سال 1936 در شهر ژنو شویتسریا به دنیا آمده است. پدر او علی سلمان خان و مادرش توجه دوله علی خان می باشند. کریم آقاخان معلومات میانه را در یکی از مکتب‌های مشهور شویتسریا گرفته، سال 1959 دانشگاه هاروارد آمریکا یکی از معتبرترین مکتب‌های عالی هم آمریکا و هم دنیا را ختم کرده است. کریم آقاخان در جوانیش ورزشگر هم بود و سال 1964 در المپیاد زمستانه در اینزبورگ آستریا در مسابقه لیژرانی اشتراک کرد. بابای او سلطان محمد آقاخان سه قبل از وفاتش مقام امام اسماعیلی ها را نه به یکی از دو پسرش بلکه به نبیرش کریم آقاخان وصیت کرد. کریم آقاخان 11 ایول سال 1957 بعد وفات بابایش زمانی به مقام امام اسماعیلی ها رسید که همگی 21 سال داشت و هنوز دانشجوی هاروارد در رشته تاریخ اسلام بود. در پی رسیدن به مقام امام اسماعیلی های دنیا، ملکه بریتانیا الیزابت به شاهزاده کریم آقاخان عنوان اعلی حضرت را عطا کرد. آقاخان 49 امام شیعیان اسماعیلی و نسل 49 از فرزندان علی ابن ابو طالب و فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام حضرت محمد می باشد. شاهزاده کریم آقاخان توانست در دوره رهبریش بر اسماعیلیان جهان در زمینه نهاد مذهبی شبکه‌های خیلی قوی تجارتی، خیریه و معارف را بنیاد کرد. صندوق آقاخان در حال حاضر
یکی از بزرگترین سازمان های خیریه و معرفتی به شمار می رود که به صدها هزار نفر در گوشه های گوناگون جهان کمک می رساند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان می گویند در سالهای جنگ شهروندی مز کمک های خیریه بنیاد آقاخان مردم این ولایت را از جنگ گرسنگی رهاند. شبکه های آقاخان همچون مؤسس دانشگاه آقاخان در پاکستان و دانشگاه آسیای مرکزی بابخشایش در خارق تاجیکستان و نورین قرغزستان می باشند. همین طور در تورنتو کانادا یک مرکز بزرگ اسماعیلی ها و آثارخانه کریم آقاخان بنیاد شدند. نیروگاه پامیر یک شبکه میمونخانه های سرینا و شرکت تسل تاجیکستان از مؤسسه های اقتصادی و تجارتی است که از طرف شبکه های آقاخان چرخونده می شوند. شاهزاده کریم آقاخان 4 فرزند دارد. شاهدختر زهرا آقاخان، شاهزاده رحیم آقاخان و شاهزاده حسین آقاخان از امسر اولش بیگم سلیمه آقاخان و شاهزاده علی محمد آقاخان از امسر دویمش بیگم انوره آقاخان. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت خبر داد که یک زن 40 ساله ساکن شهر خوجند با گمان تشکیل شبکه فاحشه‌خانه ها دستگیر شده است. مایور اکبر شریفی سخنگوی میلیتیای سوخت گفت این زن 10 حجره را در محله 32 شهر خوجند از صاحبانشان به اجاره گرفته، فعالیت صاحب کاریش را در سمت میمونخانه‌داری براه مانده است. گویا چنین است، اما میلیتیا آشکار نمود که در اصل در این مکان زیر نقاب میمونخانه فاحشه‌خانه تشکیل شده است. در رفت سنجش اجره های میمونخانه، کارمندان میلیتیا در 3 اجره جفت های شهوت پرست را بیرون آوردند که با پرداخت از 100 تا 150 سومونی صاحب شرایط گشتند. خدمت رسانی ساعت بای همچون اسلوب مایل سازنده از جانب صاحب کار استفاده شده است. یعنی از 100 تا 150 سومونی مبلغ پولی گرفته، ماموریت میمونخانه اجازت میداد که افراد شهوت پرست موقتا از اجره ها استفاده برند. گفته می شود در خبر اکبر شریفی می نویسد که ساکنان صاحب چنین امکانیت از منزل های الوگی خود را به اجاره داده از این حساب درآمد الوگی به دست می آورند. اما در خاطر باید داشت که چنین نمود دریافت درآمد نباید چهارچوب قانون را شکند. افزوده است اکبر شریفی و همین قضیه به فاحشه‌خانه تبدیل دادن خانه های مردم در محله 32 شهر خوجند را مثال آورده است. این به نوشته اکبر شریفی جنایت اخلاقی است و ماده 239 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون تشکیل و نگاهداشت فاحشه‌خانه یا دلگی جوابگری را مقرر کرده است. بزد زن دستگیر شده نیز بر اساس ماده 239 پرونده جنایتی کشودن. با او بر اساس قسم یکم این ماده همچون جزا و جریمه به مبلغ از 60 تا 120 هزار سومانی و یا تا 5 سال حکم زندان تعدید میکند. ولی اگر اعمال این زن همچون عمل گروه متشکل تعبیر شود، او را تا 8 سال حکم زندان منتظر است. خدمات مدمات فرودگاه کلسوو شهر یکاترینبورگ خبر داد که شرکت هواپیمایی سیور نویتر به انجام پروازهای مستقیم از این فرودگاه به باز یک شهر تاجیکستان بختر شروع میکند. نخستین پرواز در این خطسیر قرار است روز 15 دکامبر صورت بگیرد. در آینده پروازها هر روز چهارشنبه با هواپیماهای بوئینگ 737-800 که توان بردن 189 مسافر را دارد انجام داده می شود. طول پرواز 3 ساعت و 25 دقیقه را تشکیل می دهد. در گذشته در سال 2014 بین یکاترینبورگ و بختر هواپیماهای شرکت است ایر پرواز انجام می دادند. آمادگی به انجام پروازها به باز یک شهر تاجیکستان از فرودگاه کلسوو یکاترینبورگ در حال است که در حال حاضر از این فرودگاه علکی به 3 شهر دیگر تاجیکستان دوشنبه خوجند و کولوم پروازهای منتظم انجام داده می شوند. همه مسافرانی که به تاجیکستان پرواز می کنند باید برای ورود به آن کشور سند تست منفی PCR درباره نداشتن ویروس کووید 19 پیشنهاد کنند. این تست باید نه کمتر از 72 ساعت قبل از رسیدن به مرز تاجیکستان سپرده شده باشد. از کودکان تا 3 ساله چنین تست طلب کرده نمی شود. برای آنهایی که به روسیه پرواز می کنند نیز چنین تست لازم است، ولی آن نباید کمتر از 48 ساعت قبل از رسیدن به مرز روسیه سپرده شده باشد. اگهتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان روز 13 دکامبر خبر داد که نسبت به محمد جان سولیف، آموزگار مکتب میانه رقم 11 شهر بوستان،
با اسیوم قلوبی پرونده جنایتی کشودند. مرکز مربوط اگنتی در شرح این پرونده گفت شهروند ها به اگنتی دو عریضه مراجعه کرده خواهش نمود که نسبت آموزگار مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 11 شهر بوستان ولایت سغد با نام سالف محمد جان چاره های قانونی اندیشیده شود، زیرا نمبرده عاید آماده کرده دادن شهادت نامه ختم مکتب برای صنف 11 از او مبلغ پولی $1000 آمریکایی طلب کرده، از این مبلغ $500 را گرفته، باقی مانده $500 دیگرش را طلب کرده ایستاده است. در نتیجه ضمن گذرانیدن شورابینی های اپراتیوی تفتیشاتی از طرف کارمندان اگنتی، محمد جان سالف بعد از شهروند گرفتن $500 بازداشت کرده شده، مبلغ مذکور همچون دلیل شایعی از او دریافت و گرفته شده است. اگنتی گفت نسبت به سالف محمد جان بر اساس ماده 247 قسم 2 بندهای و گ کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلوبی با استفاده از مقام خدمتی که باعث رسانیدن ضرر جدی به شهروند شده است پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیش پیشکی این پرونده ادامه دارد و آموزگار مکتب بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه به مبلغ از 365 تا 912 نشاندهنده برای ایسوپو و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. نظر خود معلم و یا ادوکات و نزدیکان او دسترس نشده است. سوهای معارف یکی از سوهای فساد زده در تاجیکستان دانسته می شود، ولی تا کنون با جرم دست داشتن در کروپسیا اساسا استادان مکتبای اولی به دست می افتادند. موردهای برای پورگیری دستگیر شدن آموزگاران مکتبهای میانه در تاجیکستان انگوش شمار بود. بنابرای پیشبینی اگنتی اواشناسی تاجیکستان تا 16 دکمبر سال 2021 در جمهوری اوا یک بار سرد می شود. در وادی ها انتظار می رود که باران بوریده و برف تر تبدیل یابد، ولی در مناطق کوهستان و کودامن در دوام این هفته برف باری های شدید پیش بینی کرده می شود. بنابرای پیشبینی هواشناسان به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان در باقی قلمرو تاجیکستان تومان هم می فراید. به حساب میانه حرارت روزانه هوا در وادی ها و مناطق کودامن طبق جدول سلسی از 8 تا 10 درجه سرد می شود. در رابطه با چنین یک بار بد شدن وضع آب و هوا، کمیته اولت های فوق العاده تاجیکستان از ساکنان خواسته است که در این شب و روز سردی ها هنگام استفاده دستگاه های برقی گرمی دهنده قاعده های بی خطری ضد سوخت را قطعی رعایت کنند، نیروی برق را صرف کارانه استفاده برند و هنگام حرکت در راه ها به خصوص در راه های کوهستان و اغبه ها قاعده های حرکت در راه را نیز قطعیان رعایت کنند. کمیته اولت های فوق العاده از ساکنان خواست تا در این روزها بدون ضرورت عاجل توسط راه های کوهستان حرکت نکنند. از انجام کارهای کشاورزی، چراندن چاروا، ماهی گیری، جمع‌آوری هیزم در کوه ها خودداری کنند، وابسته به آب و هوا لباس گرم پوشند، جوی و کانال های اوپرتو را تازه کنند و بخاری هایشان را یک بار دیگر تازه کنند. کمیته اولت های فوق العاده از ما خواسته است که در این شب و روز سردی خود را احتیاط کنند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که هفته گذشته 4 ساکن پایتخت با جرم بدرفتاری نسبت به نزدیکان خود، از جمله 2 نفر برای مادرآزاری و یکی دیگر برای زورآوری نسبت به همسر و 4 برای مناسبت بد با اعضای اویله به حبس ماموری محکوم گردیده پشت پنجره اندوخته شدند. از جمله به مقامات میلیسیا مادر سالخورده مراجعه کرده از او را آزار دادن پسر 48 ساله شکایت کرده است. در دایره سنجش مراجعه معین کرده شد که فرزند پیرزن سالخورده شهروند لطیفوف عبدالجبار سال تولدش 1973 استقامت کننده نویه سینو کوچه غفوروف در حقیقت سنه دوم دکمبر سال جاری در منزل استقامتیش با مادرش جنجال نموده مورد دشنام و اخورت های قبیح قرار داده است. نمبرده به گناه صادر نمودش اقرار کرده در دایره چاره‌بینی های پروفیلاکتیکی اظهار داشت که من بعد به این گونه اعمال ضد قانونی شرم‌آور دست نخواهد زد. گفته می شود در اطلاعیه وابسته به حالت مذکور نسبت به لطیفوف عبدالجبار طبق طلبات ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان با اتهام میدوباشی پروتکل ماموری ترتیب دادند و با قرار دادگاه نسبت به او جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شده است. همین گونه بر اساس شکایت یک مادر دیگر 76 ساله فرزندش سمدوف داور سال تولدش 1978
استقامت کننده نویه سینا کوچه غلاموف دستگیر و بیداره میلیچ آورده شد. ضمن تحقیق قضیه معین گردید که دستگیر شده سمدوف داور در حالت مستی در نزد بنای استقامتیشان با آواز بلند نسبت مادر پیرانسالش دشنام و سخنهای قبیح غیر انسانی گفته، با ویران نمودن ترتیبات حقوق آرامی همسایگان را خلالدار نموده است. با نظرداشت دولت مذکور نسبت به سمدوف داور نیز طبق طلبات ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده، با قرار سود نسبتش جزا در نمود ابس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. خبر میگوید ریاست وزارت کارهای داخلی پایتخت هفته گذشته در دوشنبه دو حالت خشونت اویلوی نیز آشکار کرده شد، از جمله شهروند شعبان و رمضان سال تولدش 1987 استقامت کننده نویه سینا کوچه خورزمی در حالت مستی از کوچه به خانه آمده نسبت به دیگر اعضای اویلا دشنامهای قبیح زده، همچنان با آواز بلند آرامی دیگر شهروندان و امسایه ها را خلالدار نمود، دست به خشونت و زوراوری نسبت به اعضای اویلای خود زده است. در نتیجه از جانب کارمندان میلیسه پایتخت شهروند شعبان و رمضان دستگیر و نسبتش طبق طلبات ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده، سود نسبتش جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین نمود. همچنین به این مانند در دایره مراجعت یک زن ساکن پایتخت شفعر او شهروند ستنکیویچ پاول سال تولدش 1986 استقامت کننده نویه سینا محله اسپیچک به مقامات میلیتیا دسترس کرده شد. ضمن سنجش مراجعت معین کرده شد که نام بردن نسبت همسر 31 سالش پیوسته خشونت و زوراوری را روا میدید است که در نتیجه به تربیه 3 نفر فرزندان نابالغ اویلا تاثیر منفی رسانیده می شود. وابسته به حالت مذکور نسبت به دستگیر شده ستنکیویچ پاول طبق طلبات ماده 93 الوه 2 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای رعایت نکردن طلبات امرنامه محافظتی پروتکل ماموری ترتیب داده شده، سود نسبتش جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین نمود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.